بفرمایید. خب روز همگی بخیر. ایشالله که همه خوب هستین. من فرشته مزدیسنی هستم، سایکوتراپیست و استاد دانشگاه سایکولوژی درس میدم، روانشناسی درس میدم. من مهناز خانم دیاری بهمردیان امروز تشریف ندارن. من وقتی در حضورشون هستم خیلی سعی میکنم فارسی حرف بزنم. حالا امروز ایشون تشریف ندارن، من شاید یه خورده فارسی حرف زدنم به اون خوبی نباشه. یه سری قیافه ها و اسماتون آشناست. سپاسگزاری میکنم که اجازه میدین من بیام توی فامیلی رومتون و مهمون خونتون و باهاتون باشم روز شنبه یک شنبه. من برنامه مداومی که داریم، این چهارمین باری که در خدمت جامعه زردشتی عزیزمون از طریق زوم هستم. برنامه من معمولا شنبه ها ساعت 2 تا 3، سومین شنبه ما ساعت 2 تا 3 است. خانم بهمردیان خواهش کردن که امروز برنامه رو به خاطر خود چیزای فنی عوض کنم و الان در خدمتتون هستم. میدونم که معمولا برنامه آقای دکتر هستن، این زمان بسیار ایشون رو دوست دارم و احترام میذارم و جاشون خیلی خالیه. میخوام توجهتون رو جلب کنم. همینطوری که گفتم من دفعه چهارمی هست که در خدمتتون هستم. 4 سال گذشته در منطقه لس آنجلس کلاسای واردی نوان کردم. نمیدونم کی لازم خودش رو میوت کنه. بنابراین خواهش میکنم یه خورده حواستون باشه. بعضی وقتا شما اگه صدای تو خونتون هست و میوت نباشین میپیچه صدا و اونای دیگه نمیتونن صدای ما رو بشنون. یکی از کارهای پر افتخاری که کردم که خیلی لذت بردم، من در جامعه آمریکایی درس میدم، وبینار و سمینار زیاد دارم، ولی در جامعه خودمون، در جامعه زردشتی خودمون، 3-4 سال کلاس های والدین رو در منطقه لس آنجلس ران می کردم که بسیار بسیار لذت می بردم و امیدوارم که کسایی هم که مرتب می آمدن استفاده می کردن. همکاری با برنامه های زوم این دفعه چهارمی هست که در خدمتتون هستم. می خواستم، می دونم بعضیاتون آگاه هستین ولی اگه نیستین بدونین که این برنامه ها ضبط میشه و اگر که دوست داشته باشین نگاه کنین میتونین برین توی آرشیو کالیفرنیا زوراستریان سنتر. همه برنامه ها ضبط میشه. یک کوتاه میگم در برنامه های گذشته چی صحبت کردیم که اگه امروز الان اسمایی رو میبینم که دفعه اول ممکن اینجا باشن که بدونین که ما راجع به چی حرف زدیم. من یکی از چیزهایی که توی دانشگاه درس میدم اسمش از Cognitive Behavioral Therapy. اساسش اینه که هیچ وقت هیچ اتفاقی ما رو غمگین یا افسرده یا مضطرب نمی کنه. قصه ای که ما تو سرمون میسازیم، اندیشه ای که راجع به اون اتفاق داریم باعث میشه که ما افسرده میشیم یا مضطرب میشیم یا خشمگین میشیم. حتی در مصیبت های بزرگ، زلزله بم اتفاق افتاد، مصیبت بسیار بزرگ، خیلی تمام خانوادهشون از دست دادن و الان ریسرچ و تحقیقات نشون میده که کسانی که توی ذهنشون به خودشون گفتن غم انگیزه، کاش نمیشد ولی حالا که شده بذار من خودم رو سالم نگه دارم، بذار برم مددکار اجتماعی بشم، بذار دکتر بشم، پرستار بشم و به دیگران کمک کنم، الان سالمن، الان خدمتگزار خودشون، زندگی های خوبی دارن و خدمتگزار جامعن. ولی کسایی که تو ذهنشون راجع به همون اتفاق گفتن که وای دیگه تموم شد و زندگی هرگز خوب نمیشه و بیچاره شدم و بدبخت شدم و همه چی از دست رفت، هنوزم افسردم، بعضیا
خودکشی، افکار خودکشی و مرگ و نابودی تو ذهنشونه. بنابراین حتی وقایعی که خیلی خیلی دردناکه، خیلی مهمه که کنترل کنیم تو سرمون به خودمون چی میگیم. من اینو چند دفعه تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، ما دم در خونه هامون قفل و کلید و زنجیر میندازیم و یه سوراخ کوچولو هم میذاریم و هر که در زد 20 دفعه نگاه میکنیم ببینیم که اگر که آدمیه که صلاحیت داره بیاد تو خونمون، ولی مغزمون رو همینطوری آزاد میذاریم. انواع و اقسام فکرای منفی و فکرای مخرب میاد و میره و تاراج میکنه ذهنمون رو. ذهن که تاراج بشه بدن و روانم تاراج میشه و بهتره که خب نگاه کنیم ببینیم که چه فکری میکنیم. بعد در قسمت‌های گذشته من راجع به یه سری دستبندی اینجور افکار صحبت کردم. مثلا یکی اینه که کاتاستروفایز میکنیم، یعنی مصیبت آمیز فکر میکنیم. حتی یه اتفاق کوچولو بچه‌مون یه اشتباه کوچولو میکنه، تو که 30 یه دفعه گرفتی، حالا از این به بعد معدلت خراب میشه، حالا بیچاره شدی، دانشگاه نمیری، بدبخت میشی، هوملس میشی. از یه 30 یه قصه میسازیم و وقت رفتارمون با اون بچه و با همه و احساسمون بر طبق یه 30 نیست، بر طبق قصه‌ای که توی ذهن خودمون راجع به اون 30 درست کردیم. بنابراین خیلی باید مواظب باشیم قصه‌ای که میسازیم. بعضی همون قصه خیلی should, must, ought to داریم. یعنی چی؟ یعنی باید دکتر بشم، اگه نشم دیگه مصیبته. خب میتونیم عوض کنیم که انگلیسی میگن it's preferable but، یعنی ترجیح میدم که بتونم وارد دانشکده پزشکی بشم، ولی اگه نشدم هنوزم جا خیلی شغلای بسیار عالی وجود داره که میتونم هم خودم زندگی خوبی داشته باشم هم در خدمت آدم ها باشم. این شود و ماستا، بچم باید این کارو بکنه، خودم باید این کارو کنم. یه خورده نگاه کنیم ببینیم که این یکی از اساسی ترین منابع افسردگی و نگرانی شود و ماسته، باید بشود. در ساعت دیگه اگر که من تلاشم رو میکنم مثل یک زردشتی خوب، کوشش میکنم، کار میکنم، تلاشم رو میکنم، اگر آنچه که میخواهم شد بسیار عالی، اگر نشد ته دنیا نیست، میبینم بازم زردشتیگری، من حق انتخاب دارم. بعد میبینم چویس بعدی، انتخاب بعدیم چیه. بنابراین ببینید که چقدر این علم جدید سایکولوژی روانشناسی، یکی از این تئوریاش که کاگنیتیو بیهیویرال تراپی است، بسیار بسیار مطابقت داره با اون چیه که ما اگر بخوایم زردشتی خوبی باشیم. فکر صحیح، فکر خوب، فکر درست کردن تو زردشتی، یعنی میگم اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، که اصلا بسیار زیباست که اول بیاندیشیم خوب، بعد با گفتار خوب راه کردار خوب رو باز کنیم. اینا کافی زرشتی خوب باشیم، کافی اینا رو عمل بدانیم، آگاه باشیم و عمل کنیم تو زندگیمون مطابق با علم جدید و علمی که همیشه در سایکولوژی بوده داریم عمل میکنیم. بنابراین در این آرشیو در مهر، برنامه قبلی که ضبط شده راجع به این مسائل، راجع به که قدرت اندیشه، چجوری اندیشمون رو مواظب باشیم، چه دستبندی های از اندیشه هست، مثل اینکه که خدمتتون گفتم مصیبت بار درست کردن، باید و شاید ها، بعضی رو پرسونالایز میکنیم، یعنی هر اتفاق میفته به خودمون میگیریم. اتفاق بعد که وای داد بیداد من کردم و همیشه من بعدم و اینا، یا اینم که هر کی داره راجع به هر چی حرف میزنه اینا راجع به من میگفتن، منظورشون من بود، اینا دلیل داره و راه داره که باشون برخورد کنیم که نه خودمون و نه روابطمون رو به خاطر این کاری که میکنیم اذیت نکنیم.
و دستبندی‌های دیگه که اگر این مبحثیه که احساس میکنیم ممکنه مورد علاقتون باشه تشریف ببرین تو آرشیو و اینا رو میتونین این برنامه ها رو این صحبتی که تالا کردم. آخرین باری که با همه در خدمت همه بودم قرار شد یه خورده راجع به دو تا مسئله صحبت کنم، یکی که مسئله مهم بودن، مهم بودن این که ما زندگی به خصوص الان که داریم با کووید روبرو هستیم چقدر برنامه روزانه مرتب منظم مهمه و با دیتیل رو الان با ترجمه میکردم از خودم راجبش صحبت هم کرد. و یک مبحث دیگه که خیلی مبحث مهمیه و مبحثی که امروز شروع میکنیم و خب امیدوارم که ادامه میدیم، مسئله ای که boundaries بهش میگن، حد و مرز. من کیم؟ من چیستم؟ من کجا شروع میشم و کجا من تموم میشم؟ خودم رو بشناسم، من دانای توانای کامل کی هستم، چی جوری میتونم خودم رو پیدا کنم و وقتی که خودم رو پیدا کردم حالا چطوری میتونم به طور سالم، به طور با آرامش در ارتباط با اونای دیگه باشم. یکی از مباحثی که من 22 ساله درس میدم و به نظرم خیلی خیلی هم مبحث بسیار شیرینیه و هم مبحثیه که مهمه که بدونیم. ما وقتی خودمونو پیدا میکنیم این خودخواهی نیست، این خودآگاهیه. وقتی که آگاه میشیم که کی هستیم، وقتی که در ارتباط با اونای دیگه هم هستیم، نه میرنجیم، نه میرنجانیم، نه در کسی حل میشیم، نه میذاریم کسی در ما حل بشه، نه به کسی زور و زور میگیم و کنترل میکنیم، نه میذاریم کسی به ما زور بگه. بنابراین خود را شناختن و خود را تعریف کردن نه تنها خودخواهی نیست، بلکه عملیه که به ما شفافیت میده، به ما آگاهی میده که کی هستیم و این باعث میشه که خیلی آسانتر، خیلی بهتر بتونیم در خدمت دیگران و در رابطه با همه باشیم، رابطه با همسرمون، رابطه با بچه ها، رابطه با دوست و آشنا. و راجع به اون بحث رو شروع میکنیم. اول بذارین راجع به این اهمیت روتین داشتن، اهمیت یک برنامه مرتب و منظم داشتن صحبت کنیم. من خیلی متاسفم که خیلی اینجوری مدل لکچر دارم میدم، خیلی دلم میخواد با شما در تماس باشم و انشالله وقت باشه از سوالاتون رو گوش کنم، به سوالا جواب بدم. منتها مثل این که من کسایی که تماس میگیرن میگن نه صحبت کن، بنابراین حالا در آخر کار امیدوارم که میکروفون ها رو باز میکنیم و عقایدتون رو میشنوم. ببینید، راجع به اهمیت روتین، راجع به اهمیت برنامه مرتب و منظم داشتن، حالا ما قبل از کووید یه مقدار به خاطر اینکه بچه رو با یه ساعتی مدرسه میذاشتیم، یه ساعتی ور میذاشتیم، یه ساعتی کلاس میذاشتیم، خودمون باید سر کار میرفتیم، اجتماع به ما یک انضباطی میداد. ولی بعد از کووید درسته که یه خورده این زوم و اینا یه برنامه‌ای داره، ولی کلن ما خیلی این انضباط خودمون باید برقرار کنیم. چرا مهمه؟ شما هرگز بچه حتی نوزادی رو نمیبینین که آرامش داشته باشه، که شاد باشه، که سلامت ذهن و تن داشته باشه ولی برنامه قرارداد داشته باشه. امکان نداره. من بعدن منیجر خانم سهرابی که این همه سال با بچه ها کار کردن، خواهش میکنم که تشریف بیارن من صحبت کنن، میبینین که بچه که خوابش ساعت به خصوصی میخوابه، ساعت به خصوصی غذا میخوره، ساعت به خصوصی پا میشه، برنامه کتاب خوندنش معلومه،
این انضباط، این روتین، دیلی روتین بهش میگیم، این انضباط روزانه به بچه کمک میکنه که سلامت ذهن و سلامت جسم داشته باشه. شما هرگز امکان نداره آدم موفقی ببینین. من وقتی میگم موفق منظورم اینه که آدمی که زندگی شخصی و زندگی کاریشو ازش راضیه و دوست داره، هم در خانواده و دوستان احساس لذت و رضایت میکنه، هم آنچه که در کار و اجتماع میکنه باعث لذت و رضایتشه. امکان نداره که شما شخصی رو ببینید که با این تعریف کردم احساس موفقیت میکنه و بگه نه میدونی من حالا شبا تلویزیون تا هر وقت شد میبینم، بعد حالا 12 یکی دویم خوابم میبره رو کاوچ رو مبلم، صبح هر وقت پاش شدم حالا ببینم کی ورزش میکنم. امکان نداره شما همچی چیزی بشنوین. شما میشنوین که شب این ساعت میخوابم، صبح زود پا میشم، برنامه ورزششون یا صبح یا شب مشخصه، بنابراین برنامه روتین این چیزی نیست که حالا ما بگیم چه خوبه حالا، نه این لازم است. این نگاه کنیم و ببینیم ما وقتی که کسی که افسردگی شدید داره، افسردگی شدید علائمش چیه؟ یکی از علائمش اینه که علاقه به زندگی نیست. اون کاری که اگه سینما رفتن دوست داشتین، اگه غذا درست کردن دوست داشتین، اگه ورق بازی دوست کردین، دیگه علاقه نداریم، میگین نمیخوام بکنم، مهم نیست. افسردگی شدید نه تنها خواب و خوراک و این علاقه به زندگی رو به هم بزنه، یکی از کارهایی که میکنه قدرت جسمی رو میگیره. آدم افسرده معمولا میخواد بیفته، میخواد لم بده، از رخت خواب نمیخواد بیاد بیرون. ما وقتی که با کلاینت هایی که با مراجعینی که با این مسئله برخورد میکنن، اولین کاری که میکنیم یه برنامه روتینه به خصوص کمک میکنیم که براشون درست کنیم. و الان میگم که چه چیزایی رو رعایت میکنیم. ببینید شما وقتی میخواین یه برنامه روتین درست کنین، من میخوام سجست کنم، میخوام پیشنهاد کنم به این سه تا دسته بندی توجه کنیم. ما یه سری کارهایی که میکنیم بهش میگن pleasurable activities، یعنی رفتار و کاری که بهمون لذت میده. برای آدم های مختلف هم فرق میکنه، درسته؟ یکی ممکنه آشپزی لذت ببره، یکی ممکنه موسیقی گوش کردن و موسیقی نواختن، یکی نقاشی، و حتی ممکنه بعضیمون لذتمون این باشه که یه لیوان چای خوشتم و بو بریزیم بریم تو حیات. حیات نداریم، یه گلجونی که دوست داریم و یه گل خوشگلی هم چشه بذاریم جلومون، با عزت و شیرینی این زمانی رو که این چایمون رو می نوشیم و این گل رو که می بینیم لذت ببریم. اینو بهش میگن pleasurable activity که باید پارت زندگیمون باشه. یکی بهش میگیم accomplishing activities، یعنی کاری که باید بکنیم، یه چیز کاری که باید کرده بشه. دندونمون رو باید مسواک کنیم، صابونمون رو باید بخوریم، اگه که دیپندنتی داریم، بچه‌ای کسی داریم، صابونه برشون درست کنیم، اگه باید بریم سر کار بریم سر کار. اینو بهش میگن accomplishing activity. و سومین دسته بندی بهش میگیم که هیچ کدوممونم دوست نداریم. الان که میگم میبینید که دوست نداریم، اسمش از overcoming avoidance. یعنی بهترین ترجمه که میتونستم براش پیدا کنم اینه که کارهایی که پشت گوش میندازیم ولی باید بکنیم. چه کارهای پشت گوش میندازیم؟ حالا شما خیلیاتون جوانه، البته من به نظرم جوانایم که بچه دارم باید این کارو کنن. وصیت نامه بنویسیم، کارهای مالیاتیمونو درست کنیم، گاراژ رو تمیز کنیم، به اقوامی که قرار بوده زنگ بزنیم احوال پرسی بکنیم، ناخوش بودن زنگ بزنیم. خب اینا هم پشت گوش میندازیم دیگه، نه نمی کنیم دیگه. یه چیزی که اینجا میچرخه و تو ذهنمون هستش که همیشه هم وقتی میکنیم میگه ما چرا از اول نکرده بودم، این چرخیدنشو تو ذهنم بودم بیشتر اذیتم کرد، ولی خب میکنیم دیگه. بنابراین
بذاریم ببینیم که این سه تا دسته بندی، کارهایی که لذت داره، کارهایی که اکامپلیشینگ یه چیز رو، کار که باید انجام بشه، و کاری که امروزم نشد اب نداره ولی کاریه که باید یه وقتی بشه و پشت گوش میندازیم. همینطوره که گفتم، ما اگه با کسی که افسردگی شدید داره کمک میکنیم، میگیم مثلا برای برنامه شما میخوایم سه تا چهار تا کار لذت بخش بذاریم، دو تا کار اکامپلیشینگ بذاریم، یک کارم یکی از اون چیزهایی که مثلا تو ذهنتون میچرخه امروزانه بکنین. برای افراد مختلف با سنهای مختلف با موقعیت‌های مختلف فرق میکنه. من و منش خانم شیدا جون که الان دیگه سنمون به جای رسیده، شاید قرار نباشه اونقدر اکامپلیش کنیم، شاید یه خورده باید لذت زندگی رو بیشتر کنیم. شاید بگیم مثلا سه تا چهار تا کار لذت بخش میکنم، دو تا اکامپلیش میکنم، یکم اون کاری که پشت گوش انداختم یه خورده گوشه یه گاراژ رو شروع میکنم تمیز کردن. بعد برنامه رو بر روتین میذاریم، میگه مثلا صبح که پا میشم من قرار کار لذت بخش بکنم. اول من امکان نداره مهمترین ایمیل دنیا رو جواب نمیدم تا وقتی که این لیوان چایی در حیات رو بخورم. امکان نداره که این کار رو بکنم. خیلی ببخشید، من یک دقیقه باید خودم رو میوت کنم. من خیلی عذر میخوام، من با وجودی که همه چیزای خونه رو ببینین، این دوران کووید چیزای جدید یاد میگیریم، با وجودی که همه چیزا رو کنترل کرده بودم دیگه فکر نکرده بودم من یکی روی انسینگ ماشین خونه بخواد مسیج بذاره بلنده، و عذر میخوام. بنابراین ما داشتیم راجع به مهم بودن این برنامه گذاشتن صحبت میکردیم. همینطوری که خدمتون عرض کردم، خب بعضیمون دوست داریم با یه کار لذت بخش. من مهمترین ایمیل یا تکست زندگیم هم جواب نمیدم تا صبح این لیوان چایمو یه دقیقه برم تو حیات با لذت بخورم، یه عود معمولا روشن میکنم، اسفند کندری روشن کنم، یک حال خوبی پیدا کنم تا وقتی کار رو شروع کنم. من بوی عود و اسفند و کندور و یه دعایی برای پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر مادر رو فرستادن برام لذتی داره که هیچ کاری دیگه نداره. بنابراین برای خودم تکلیفم معلومه، این صبح من این کارو باید بکنم. حالا بعضی دوست دارم با صدای رادیو بلند بشن، بعضی دوست دارم موزیک گوش کنن. برای خودتون این روتین رو درست کنین. بعد حالا من با سر کار باشم، بدم تکست و ایمیل جواب بدم، بعد با اکامپلیش کنم، مثلا نهار درست کنم. یه روتینی برای خودتون درست کنین، ورزش بکنم. نذارین هر وقت دلتون خواست ورزش کنین، نمی کنین. ولی اگه بگیم من هر صبح یا هر بعد از ظهر بعد از شام را میرم، این عملو میکنیم. بنابراین بعضی همون برنامه هامون بالانس نداره. بالانس نداره یعنی چی؟ یعنی یا اینکه خیلی همش پلیژربل اکتیویتیه، بخوریم و بنوشیم و با دوستامون رفتار کنیم، خب کار و زندگی و خدمت در اجتماع وقت یه خورده بالانس نداریم. بعضیامون همش داریم اکامپلیش میکنیم، بدو بدو کار میکنیم و بچه ها رو میبریم و میاریم و این میکنیم و اون میکنیم، ولی لذت زندگی کجاست؟ بنابراین این روتین که خدمتتون صحبت کردم اینه که بدونیم روزمونو
به طور مرتب، به طور منظم یک برنامه ریزیایی داشته باشین. مثلا هر چهارشنبه بعد از ظهر دلم میخواد با دوستان و آشنایان باشم، یا مثلا هر یک شنبه صبح میخوام برم هایک بکنم. اینو ممکن از اول یه خود کار داشته باشه، ولی وقتی که این کار رو میکنیم، وقتی که انجامش میدیم، اون روتینی که برامون درست میشه روتین بسیار به همون آرامش ذهن میده، به همون سلامت روان میده. و اولش خب یه خود باش بازی کنیم، ببینیم که نه من مثلا این کار رو بهتر دوست دارم، و سعی کنیم یه چیز مرتب و منظمش کنیم. من قبل از اینکه برم مبحث بعدی میخوام ببینم که کسی سوال داره، کسی سوالی، کامنتی، چیزی داری؟ روز خوش خانم دکتر. من فرشته هستم. فرشته خانم، میتونم سوالم بپرسم؟ من شما میشه سوال. برای ماها که بچه کوچیک داریم یه ذره این موضوع روال عادیشو نداره، چون که مثلا میگم حالا شما میگه اول صبح میخوام اینجوری شروع کنم، و شاید منم پلو خودم فکر کنم اول صبح میخوام اینجوری شروع کنم، ولی یه دفعه میبینه هنوز خوابی، یه بچه اومده بغل داره گریه میکنه و اصلا کلا با گریه اون یا سر صبحونه جیغ داد، یعنی اون روتین کلا به هم میریزه. یعنی من واقعا خودم به شخصه حالا زنده باشم تا بزرگ شم خیلی چیز هر روز صبحمون کاملا بی برنامه است، یعنی یه موقعی تا میگه اونو صدا کنی پاشو زوم داری الان کلاس داری، 8:30 شد مامان پاشو، 8 مثلا به زور با اون یکی گریه. یعنی من خودم به شخصه میگم صبح مثلا صبحای خوشگلی نیستش برای اون، یعنی اون چیزی که شما گفتین یه چیز خیلی قشنگه که خیلی دلم میخواد داشته باشم، ولی الان نه، یعنی فکر نمی کنم هنوز نمیتونم. بسیار بسیار پوینت خوبی گفتی. من برای که وقت رو دیدین یه اشاره بهش کردم، ولی به خاطر وقت نمیتونم توی دیتیل اینا برم. هیچ کدوم از خانم آقایون کلاس های پرنتینگ لس آنجلس اینجا تشریف دارن؟ اگه تشریف دارن خیلی جواب شما رو الان خوب میدن. اگه از پشت این چادر ها بیان بیرون، اسما که آشناست ولی نمیدونم که دلشون میخواد بیان و صحبت کنن. خیلی صحبت خوبی کردین. ببینید ما یه چیزایی بهش میگن فریم آف ورک، یعنی یه چیزایی ایدئالشو میگیم، اون وقت توی این ایدئال هر کسی با طبق زندگی خودش باید فلکسیبیلیتی داشته باشه، باید انعطاف پذیری داشته باشه. همین شمای نازنین عزیزم که هر دفعه هم تشریف میارین و خیلی خوشحال میکنین منو، اگر که این حتی تو ذهنتون باشه، وقتی که وقت مثلا بچهتون خوابیده میگین میدونی من به خودم قول داده بودم دو تا پلیژربل کارم هر روز بکنم، الان که این دخترم خوابیده اون دخترم هم دم زومه، چه کاری به من لذت میده؟ اصلا ممکنه باشه 5 دقیقه میگم برین تو حیات گلا را بده، ممکنه این باشه که نفس بگیر چای با لذت. ببینید اینا بعدن حالا انشالله که راجبش حرف میزنیم، مایندفولی برای خودتون یه لذت بیارید. ما بارها و بارها شده روزها میگذره لذت مایندفولی از یه چیزی لذت بردن، حتی ممکنه نهاری که میخورید 4 گلاس شستین. من خودم انجیر خیلی دوست دارم الان که وقت انجیره، شما باید ببینید من با چه بساطی این صبح انجیر خوردم. اولم رفتم تریدر جوز، یه انجیرای خط خط زرد داره، یه انجیرای سیاه کوچولو، اینا رو با یه عزتی شستم، نشستم هر یه دونهشون که مزه مزه کردم، اونقدر از میدونید همون انجیری میشه بندازی بالا بدوی. برای خودمون همه اینا که گفتم شما خیلی راست میگی، برای همین من اشاره کردم بستگی به سنمون داره، بستگی به موقعیتمون داره، بستگی داره که چه مرحله زندگی هستیم، بچه داریم نداریم، میدونید اگه تنها زندگی میکنیم
ولی اساس کار همونه. توی اون چهارچوب ما انعطاف پذیر میشیم، توی اون چارچوب میگیم که خب واقعا نمیشه که حالا من صبح به قول شما که بچه داره گریه میکنه، حالا من چایم کجا بوده تو حیات؟ خوشحال فرشته که بچه‌اش بزرگ شدن میتونه بره چای بخوره. ولی تو ذهنتون که هست اون وقت، وقتی که همونطوری که خدمتون گفتم بچه که خوابید، همون سه تا انجیر، همون چای بشینین با لذت مزه‌شو بفهمین. صدایی که بلبلی، کلاقی، توتی، هرچی دور و برتونه صداشو بشنوین. اگر دارین ظرف میشورین، حتی این نوازش آب رو دستتون رو احساس کنین. بعد میبینین که چقدر زندگی فرق میکنه. میبینین که نه تنها دوتا، بیستا کوچولو کوچولو پلژربل چیزا رو آوردین. بعد میبینی که این کاری که تو گوشمه لازم نیست که همه گاراژ امروز بریزم علاق شم، بزر کمد بکمد، ولی هر روز بگم چه ساعتی. میدونی خیلی، بذاریم مثال خودم بزنم، من ساعت 3-4 بعد از ظهر که میشه با سر خودم گرم کنم، اینا کجا میرم؟ میرم توی یخچال. خب اما یاد گرفتم حالا این کاری که نمیخوام بکنم، یه خورده مثلا کتابامو جمع جور کنم، حالا به خودم گفتم هر روز یه رو به این کار رو میکنم، بعض وقتا یه رو من بیشتر میشه. ولی این چیزی رو که شنیدین، امیدوارم که ذهنتون رو یه خود استرچ کرده باشه. یه جمله معروفی میگه که شما حتی یه پارچرم یه خود استرچ کنین، ولش کنین، این دیگه هرگز دیمنشن اولیش رو پیدا نمیکنه، بالاخره استرچ شده. امیدوارم این یه جایی باشه که درست میگم آرزو جان؟ درست، سپاس. بله قشنگ بودش. تو هر چارچوبی میتونیم. شما، من دو تا بچه پشت سر هم داشتم، الان دلم میخواست که اون موقع بچه ها رو بزرگ میکردم اینا رو میدونستم. انقدر میدونستم که حالا شب که هلاک افتادم پامو گذاشته بودم بالا، یه خورده به تن و بدنم آرامش بدم. مثلا فرشته بار چقدر امروز دویدی؟ خوبی فرشته؟ ای پا تو پا، مرسی که انقدر زحمت کشیدین. دست دار، مرسی که زحمت کشیدین. میدونین چی میگم؟ با آرامش، با خودش بودن، آدم حتی به خودش خودشو اکنالش کردن، خودشو باور کردن که تمام روز دویدی، حالا خوبی؟ چه خوب. خب بچه ها که خدا رو شکر خوبن، خوابیدن، این کارم شد و اون کارم شد و حالا من چه. و آرامشی لازم نیست، شما یه خورده مثلا شونو خودتون ماساژ بده، خودتون رو بغل کنه، خود هر کاری که لذت بهتون میده، یواش یواش مدت های کوتاه یه جوری تو برنامه تون بذاره. میشه اون کار کرد؟ حتما میشه. بله کوتاه کوتاه. بله سپاس. آره دیگه، آره ببینید دیگه، هر چارچوب کار اینه. حالا بستگی به زندگی ها و بستگی به موقعیت ها. آتوسا جان دیدم خنده کردی، شما موافقی نیستی؟ چه خبر اونجا؟ بله خیلی خوبه، من خیلی پروگرامتون رو دوست دارم، اولین جلسه هم هست و خیلی برنامهاتون زیباست. این هم دیگه لذت ببریم از زندگیمون، از لحظه لحظهش، حتی مثلا با بچه ها بودن در اوج خستگی، اینا رو من خیلی سعی میکنم که این کار رو انجام بدم. خیلی سخته چون ما عادت نداریم، با فرهنگ دیگه، با تربیت دیگه بزرگ شدیم، ولی خب این آموزش ها خیلی واقعا سازنده است و خیلی میتونه که بهمون کمک کنه، حتی میگم از سخت ترین لحظه ها بیشترین استفاده رو ببریم، که لذت ببریم، نه از روی مجبوری کاری رو انجام بدیم، از روی لذت باشه. ببینیم آهان چقدر زیبا گفتین آتوسا جان. میگم من افتخاری رو دارم که بعضی از قیافه ها حتی وقتی پشت چادرن میدونم که در کلاس های والدین میومدن. راجع به همین ها صحبت میکردیم، راجع به اینکه شما بچه رو که پارک میبرین میتونین نصف مثل سربازی برو و بیا و بده و دیگه خسته شدیم و کثیف هم که شدی بریم خونه، یه شما پاتونه تو همون آب گل بذاریم،
با بچه با آب و گل بازی کنین. این بذاریم این بچه مثل باتری از آرامش شما، از لذت شما چارج بشه. تو این پارک من بارها شده که میبینم مادر پدرها میدارم اونوی که میشناسم یواش دستشونو میگیرم، میگم بیا 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 دقیقه بشین، مثل این خورشید این نورش بتابه بهت. با این بچه حالا لباسش کثیف شد چی میشه؟ با این بچه با این گل، با این شل، با این آب بازی کن. این گل کوچولوی که این بچه از این گلای وحشی بوش کنه به چه بوی میده، چه بوی نمیده. ببینین بچه ها یاد میگیرن. بچه مثل یه اسب. این دیدین این اسباب بازی رو که باتری لازم داره میذاریم به برق یا باتری را میفته. این خیلی مهمه باتری ما چی به این بچه ها میده. وقتی شما خودتون هیچ وقت شده رفتین خونه قوم و خیشی یا یه کسی تو زندگیتونه که وقتی میرین خونهش آرامش دارین؟ بله من مادر خودم. مای گاد این میدونی کیه؟ کی هستی؟ بردونت برم بگو کی هست؟ صدا شغط کردم یکی صدا شغط شرزاده اردنم؟ نه نمیدونم. فرشته مزدیسنی این میترا جاویدان شوهرش کیه؟ این جاری کی؟ یاده نمیاد؟ جاری میترا مزدیسنی یاده نمیاد؟ لطف کنین الان لطف کنین یه خورده بلنگوتون رو ببندیم ما بحثمون ادامه پیدا کنه. آخر کار با کمال میل باهاتون صحبت میکنم. بله من میترا برادر شوهر نازنینم و میترا جاویدان جاری بسیار دوست داشتنی عزیزم هست. بله شما صحیح فرمودید، ولی اگه اجازه بدید حالا اینو تموم کنیم بعد با هم صحبت میکنیم. بنابراین ببینید اینو استره بهش میگن مایندفولنس، یعنی هر چه که میکنیم مایندفول باشیم، حواسمون باشه چه کار میکنیم. همون مثالی که خدمتتون گفتم پارک بچه بردن، همه میگن بچه رو پارک بردن. ببین دوینگ و بینگ فرق میکنه. دوینگ یعنی عملی رو انجام دادن، دو نفر بچه رو میبرن پارک، یه عمله. بینگتون چطور بود؟ تو پارک چطور بودید؟ داد زدین و به ساعتتون نگاه کردین و با سلفونتون با خواهر شوهر مادر شوهرتون صحبت کردین و بعد عصبانی شدین و ایمیلاتون رو چک کردین به بچه هم گفتین بودو بودو مادر جان دیگه جمع کن بریم دیگه بسه. اینو کردین یا گفتین من حتی اگه 10 دقیقه اینجا هست من وجود خواهم داشت، من اینجا خواهم بود، من از این خورشید و چمن و آب و گل لذت خواهم برد در کنار این بچه‌ام و امیدوارم که این بچه‌ام این آرامش منو این لذت منو احساس کنه ببینه و همون جوری این کارو بکنه. همیشه فکر کنین اگه مادر بزرگی داشتین، اگه خاله ای دارین، اگه عمه ای دارین، وقتی میرین خونهش احساس آرامش میکنین ببینین چه کار میکنه. این مادر بزرگای قدیمی یه برگ دلمه که درست میکردن چرا دوست داشتین بریم زیر بالشون بشینیم؟ اینا با عزت با یواشی این دلمه رو میپیچیدن، یه خور قربون صدقه میرفتن، تو قابلمه میذاشتن. عجله نبود، شتابی نبود، وجود اینا که در اون زمان آرامش داشت و پرزنت بود، ما حالا میگیم مایندفولی در بودن، به ما لذت میداد. لذت بنابراین هیچ وقت نگه من بچه رو بردم پارک، به دوستاتون بگینا، ولی وقتی مثلا با من صحبت میکنین بگین چه حالی بودم و چه حالی به این بچه دادم. می دویم خودمون استراب داریم، استراب ما، دلشوره ما، توی پارک می خواهیم جواب تکسار بدیم، جواب تلفنمونو بدیم. آخه نمیشه. زمان کوتاه‌تر ولی با لذت، با آرامش، با
با من بچه ها یه وقتی میان الان توی بکیارد خونم تو حیات خونم موقع کووید با فاصله همدیگر رو ببینیم، گاهی وقتا که میگن دوستی رفیقی هم بیاریم میگم مامان امروز فقط میخوام با لذت شما رو ببینم، میشینم در خدمتشونم، اونا صحبت میکنن بنابراین، و یه جور با مزه هم هر دفعه میگن ای چقدر خوب بود، چقدر خوب بود، این نبود که من غذای بیشتر درست کردم یا دویدم یا پریدم، بودم با آن بودن، با اون آرامش بودن. درسته آتوسای جون؟ درسته آرزو جون؟ بله خیلی عالی بود، زنده باش. منظورم این نیست که درسته یا غلط، منظورم اینه که دلم میخواد بشنویم. من شمارم میگم من که خیلیت که پشت چادرم، من چیکار کنم آخه؟ سوال دیگه کسی سوال؟ خیلی سوالاتون همیشه خوبه، تشکر میکنم آرزو جان، برای که این یه جرأت میخواد. من نمیدونم شما برنه براون رو میشناسین یا نه، اگه نمیشناسین حتما یوتیوب کنین چیزاشو ببینین. این راجب daring courageous بودن، راجع به این که vulnerable باشیم. خب vulnerability یعنی چی؟ یعنی شکننده هستم وقتی صحبت میکنم، درسته؟ شما فکر کنید من اومدم جلوی چند نفر دارم صحبت میکنم، vulnerability توی آدم هست، شکنندگی هست توی آدم که کی چی فکر میکنه کجاست، ولی courageشو داشته باشه آدم که اون جرأت و شهامتشو داشته باشه که بگه خب طوری نیست که من شکنندم، ولی بذار سوالمو بکنم، بذار جوابمو بگیرم. و من تشکر میکنم که شما این کارو میکنید، خیلی ممنون. کسی دیگه سوالی داره؟ هما خانم مارگنجی عزیز، اون صورت زیبا تو چرا پشت چادر میکنی که من دلم تنگ شده برات و نبینمه؟ خیلی خوب شکوفه جان، پرویز جان، خیلی خوشحالم که خدمتتون هستیم. من یه خود ساعت رو نگاه کنم ببینم که به مبحث بعدی بریم یا نه. باز یادآوری میکنم که من برنامه معمولا سومین شنبه ما ساعت 2 تا 3. خیلیاتون لطف کرده بودین، تماس گرفته بودین که اگه میشه برنامه رو یه هفته در میون کنیم، حالا ببینیم چیکار میکنیم. و وقت برنامه رو خواهش میکنم دیگه توجه کنین، نمیدونم ممکنه بعض وقت شنبه باشه بعض وقت یه شنبه باشه، من سعی میکنم، میدونم کسایی که در مر کار میکنن اونقدر به قول معروف بشقابشون پره که دیگه من دیگه با اینکه نه اینو میخوام اونو میخوام پر نکنم، بنابراین فقط اگه علاقه دارین نگاه کنین. من بحث دیگه که میخوام شروع میکنم اگه این بحث اونقدر بحث عمیقیه، اینه که بذارین من یه چیزی رو باهاتون شیر کنم. شما میبینین این چیزی رو که شیر کردم؟ بله. من میخوام یه بحثی شروع کنم راجع به حد و مرز و باندری. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، من کجا شروع میشم، من کجا تموم میشم، منیج خانم و شیدا جون کجا شروع میشن، کجا تموم میشن، چجوری با در رابطه با ایشون باشم که نه به اونا زور بگم، نه برای اونا تصمیم بگیرم، نه عقیده خودم رو بهشون تحمیل کنم، نه بذارم ایشون به من این کارو بکنن. چطور میشه رابطه داشت که صحبت کرد، تبادل افکار کرد، حالا این ممکنه با دوستتون باشه، با همسرتون باشه، با بچهتون باشه، چگونه میشه رابطه با آرامش، با صلح و سالم داشت؟ حالا برای اینکه با یکی یک رابطه‌ای داشته باشیم، دوستی، عاشقانه، مادر و پدری، هر چیزی، ما اول باید ببینیم خودمون کی هستیم. من اصلا کی هستم که میخوام با شما رابطه داشته باشم؟ ما خیلی وقتا یک تصویر کاملی از اون که کی هستیم نداریم. برای همین وقت چی میشه؟
یک کسی یه چیزی بهمون میگه اول بعدمون بیاد، بعد میگیم حالا چیزی هم که نگفت، حالا اصلا برم بهش بگم یا نگم، حالا چی شد؟ در تنش و در کنش و واکنش و در تنش هستیم. دلیلش اینه که خودمون نمیدونیم کی هستیم. خودمون که هستیم، من از این تصویر خیلی خوشم میاد، من تو کلاسم هم اینو نشون میدم، حالا چیزای دیگه هم هست که انشالله امروز اگه رسیدیم اگه نه باز بهتون نشون میدم که اول با بذاریم اول ببینیم من خودم رو چجوری تعریف میکنم، من اصلا کی هستم. وقتی که میدونم کیم، وقتی که با آدم های دیگه در رابطه هستم، میدونم کجا کوتا بیام، کجا کوتا نیام، کجا چی بگم، کجا چی نگم. وقتی خودم رو تعریف میکنم، هرگز معنیش این نیست که من خودخواهم پس همه به من گوش بدن، درست برعکسشه. هرچی بیشتر میدونم کی هستم، آسونتر میتونم در روابطون با اونای دیگه باشم، آسونتر میتونم بگم کی هستم، چی هستم، چی میخوام، کجا حاضرم کوتاه بیام، کجا نمیتونم کوتاه بیام. و بذاریم ببینیم که اول از همه اصلا من کی هستم. وقتی یک اتفاقی میفته، من اکت میکنم یا ری اکت میکنم؟ یعنی چی؟ وقتی یه چیزی میشه، من فکر میکنم، احساس میکنم، صبر میکنم، این فکر و احساسم رو با هم به قول معروف پروسس میکنم، تصمیم میگیرم و بعد عمل میکنم؟ یا این که به محضی که معناس خانم به من گفت میشه به جای شنبه یه شنبه درس بدی، ریاکت میکنم؟ چرا حالا من یک شنبه درس بدم؟ اصلا چی شده شنبه به جایش یک شنبه شد؟ این ریاکشن. اکشن اونه که من فکر میکنم، فیلینگم و احساسم و فکر بهش بها میدم، بر اساس این دوتا جواب میدم. فکر میکنم خب آره من یه شنبه برنامه ندارم، میتونم عوض کنم. فیلینگم نکنه که کسایی که عادت داشتن شنبه بیان حالا یه شنبه نیان، اون وقت من یه خورده احساس میکنم که ممکنه که کار خوبی نباشه. ولی خب در عوض خیلی یک شنبه میان که شنبه نمیومدن، شاید بیان از برنامه خوششون بیاد. فکر کردم، احساسم رو بررسی کردم، جواب دادم من از جنبا کمال مهر. حالا در بعضی جوامع ما تو بعضی جوامع همه ببینین این آقا یا خانم یا هر کس فعلا این آقا ببینین روی بند داره راه میره، اگر بالانس مغز و قلبش رو به هم بزنه میفته. بعضی جوامع ما تو این جوامع میدونی چیه؟ آقای رو دیدم خیلی خوشم اومده، قلبم لرزیده، بریم لاس وگاس زنش بشم. سه روز بعدم میگن که نه این آقا بد اخلاقه، کارم نداره، یه زنم داره. خب همش من خوشم آمد و قلبم لرزید و این آقا قلب منو میلرزونه، وقتی که فکر نکردیم به کله میندازه از این بر پایین. در جامعه ما اون چیزی که من تجربه میکنم، ما یه خورده زیادی همش منطق داریم و این احساس رو اختیارش میکنیم. حالا بذاریم ببینیم اشکال کار کجا. منطق خیلی چیز خوبیه، ولی بذاریم ببینیم کجا اشکال پیدا میکنیم، کجا از روی بند زندگی میافتیم پایین. یه مثال یک کلاینت بزنم بهتون. یکی از یک دختر خانم بسیار نازنین باهوش اومدن با من صحبت میکردن و گفتن که فرشته خانم من پدر و مادرم میخوان من دکتر بشم، خواهش میکنم گوش بکنین ببینم همش اینجاست. شما این عروی من، عرو فارسیش میشه چی؟ این عروی منو میبینین که همش روی مغزه داره تکون میخوره؟ بله. ببینین این خانم که حرف میزنه، من کارم خواهم کنه چه همش اینو تو اگه منم قاطی خانم بشم که من میشم دوستشون، آره بیام چایم بخور حالا به
من سعی میکنم جدا بشینم ببینم چی داره میگه. ببینی این دختر خانم نازنی میگفتم باید رشتم رو انتخاب کنم، مادر پدرم خیلی دلشون میخواد من دکتر بشم، خودم هم میدونم دکتر معدلم هم خوبه، میدونم دکتر بشم پول در میارم و اسم و رسمم خوبه. ببینی همش اینجاست، میبینی من یک کلمه نیومدم اینجا، درسته؟ بله. ببینی دکتری اسمش خوبه، درآمدش خوبه، مادر پدرم دوست دارن. بشه خانم من از خون و زخم میترسم، من میدونم دکتر نمیتونم بشم، برای همین ببینی همش، ببینی من کجا، ببینی همش توی این قسمت اندیشه منطقم. من حالا تصمیم گرفتم که دکتر نشم، داروساز بشم. خب هم اسمم دکتره، هم شغل بسیار خوبیه، خان دکترم که میشم و خونم نمیبینم. گوش کردم، گفتم خب عزیز من، مثل این که تصمیمت گرفتی، پس اینجا چه کار میکنی؟ من چه کار کنم؟ گفت حالا بذار من یه خونه دیگه هم بهتون بگم چرا. خب من 20 چند سال این کار رو میکنم، میدونم که توی ذهن من به عنوان یه تراپیست احساس میکنم این خانم همش اینجاست، باهوشم هست، خانواده خیلی خوبی هم داره، همه اینا رو داره زیاد میکنه، ولی احساس منو بالانس نداره. اگه بالانس داشت خوشحال بود که نمیومد برای من. بنابراین من یه خورده با سوالای اینجوری میکردم تو این قسمت میکردم. این کاری که من با کلاینت کنم شما با بچهاتون میتونیم بکنیم، با خودتون میتونیم بکنیم. این سایکولوژی جدید گذشته از این که ما قایم کنیم و من میشینم آها آها میگم شما یه چیزایی بگن من به شما میگم چیکار کنه. این کاری که ما میکنیم من دارم بهتون میگم. اگه چند جلسه گذاشترم تشریف ببریم و تو آرشیو در مر نگاه کنیم، من قشنگ بهتون میگم ما چیکار میکنیم. خب بکنیم برای خودتون. ببینید این دختر خانم هر چی که میپرسیدم این قسمت بود. گفتم که خب میشه یه کاری الان با هم بکنیم؟ میشه ازتون خواهش کنم، اسمشونم که نمیگم، ولی گفتم میشه ازتون یه خواهش کنم، میشه با هم دیگه تصور کنیم، چشمونو ببندیم تصور کنیم که شما الان داروساز شدیم، شما صبح پاشدین و کفش و کلاهتونو پوشیدین و دارین میرین داروسازی کنیم. چه حالی دارین؟ چه دوباره برمیگشتن راجع به اینجا صحبت میکردن. خب آخه خیلی کار خوبیه خانم دکترم، مادر پدرم راضیم، گوش میکردم، ولی دوباره من که قاطی، من که قراره تکلیف من معلوم باشه اینجا دارم چیکار میکنم. میگفتم بله راست میگین، اینا همه که میگین درسته، ولی حالا حالت چجوریه؟ شما رفتین بعد یواش یواش شروع کردن. گفتم من خیلی آدم کریتیوی هستم، من خیلی آدمی هم که میخوام چیز ابداع کنم، چیز خلاقیت دارم، میخوام خلاقیت کنم. گفتم چه خوب، خیلی خوب، حالا شما در این تصور میکنین که شما دارین دارو سازی میکنین، خلاقیت میکنین. ببینید متوجه وقتی که از ریزن و افکار اومدیم یه مقدار احساس ها رو در یه پوینت گفتم من نمیتونم این کارو بکنم، من نمیتونم این کارو بکنم، من خیلی غمگین خواهم بود، برای که من همه چی رو دوست دارم نوسازی کنم، خلاقیت کنم، در این فیلد باید یه سری کارا رو با انضباط خاص همونو ادامه بدم و تکرار کنم. ببینید حالا خیلی ها که الان یکی خانم نازنینم اینجا وجود دارن ممکنه بسیار از این کار لذت ببرن. مقصود من این نیست که یکی خوبه یکی بده، منظورم اینه که ما میاندیشیم برای احساسمون جا و فضا باز میکنیم، دوتایی رو با هم دیگه. ممکنه حالا این کار خیلی طول بکشه. مادر این دختر خانم به من گفتن که فرشته خانم چقدر طول میکشه این تکلیفش با خودش روشن شه؟ گفتم والا بعض وقتا یه ساعت، بعض وقتا یه ساعت. این بطور دانشگاه، گفتم این خیلی بهتره خانم، من یه خانم رو میشناسم، این رفت دانشگاه، تازه وقتی 39 سالش شد گفت من که نمیخوام این کاری که کردم بکنم، من
به عقلم جور در میاد این کارو بکنم، ولی هر روز که میرم درونم خالی و افسرده است. حالا بذارین یه جلسه دو جلسه شیش ماه طول بکشه، وقتی تکلیف معلوم میشه، وقتی که میدونه من دانای توانای عاقل، این ریزنامه، این احساسمه، دوباره این احساسمه، این ریزنامه، اینا رو با هم پروسس کنه، تصمیمی که میگیره تصمیم خردمندانه است، تصمیمی که تصمیم برای لایفه. حالا اگه این کارو کردیم، بعد من بار دیگه که شما رو میبینم اینو ادامه میدیم. و چیزی که میخوام بهتون نشون بدم، اون وقت با هم صحبت میکنیم که منی که تکلیفم با خودم روشنه، و یک مثالای دیگر میزنم که ببینید چه جوری میتونید منی که تکلیفم با خودم روشنه، شما که هستم به عنوان دوست، آشنا، مدیر، معلم، پدر، مادر، من خودمو گم نمی کنم، بعدا درست میکنم که شما هم باشید. یک چیز جدیدی تعریف میکنیم که ویه، که اون بر طبق صحبت کردن، understanding، compromise، کوتاه اومدن، اینو جد میکنیم. بعضی از روابط حالا میتونه با بچه باشه، با همسر باشه، من و شما با هم که هستیم، من وجود ندارم، نمیذارم شما هم وجود داشته باشین، چیزی که روی این وسط تکلیف معلوم نیست. تصمیم میگیریم من شما هستم، من واسه خودم هم ممکنه 40 سالم با شما زندگی کردم، شما با خودم هم خواهش میکنم میوت بفرمایید. خیلی ممنون شد. راجع به این صحبت میکنیم. این بحث بسیار شیرینیه، بسیار ساده است، ولی باید با ولی بسیار مهمه. وقتی اینجوری هستیم، ما نه با کسی دعوا داریم، نه از کسی دلخور میشیم، همه جا میتونیم بریم و بیایم. اینجوری هستیم، حل میشیم و حل میشن در ما. اینجوری هستیم، معنی دار نیست روابطمون، مثل دوتا رومیتیم. و چه بکنیم و چه جوری اینا رو عمل بکنیم، دفعه دیگه با هم صحبت میکنیم. من یه خود استفادم شیر کردیم. باز فرشته جان، مثل همیشه از گفتار نیکت لذت بردیم و چیز آموختیم. ایدا خانم، همین که تشریف میاریم باعث افتخار منه. قربان شما، لطف میکنیم، خوشحال میشیم که هم ببینیمتون، هم از گفتار آموزندتون لذت ببریم و بهره بگیریم. شما که لطف داریم. قربان هست، خیلی تشکر. سپاس بسیار فرشته بانو، دستتون درد نکنه، زنده باشید. ما فقط این هفته این برنامه شما رو دگرگون کردیم، میبخشید اگر کوتاهی شد، ولی دیگه از هفته سوم شنبه هر ماه دیگه شما اونجا قرار خواهید. این فقط به خاطر این بود که این برنامه آقای رستم بهیکی شو نتونستیم برای مدت 3-4 هفته انجام، ولی شما بسیار سپاسگزاریم که تا من از شما پرسیدم، یعنی به راستی ازتون سپاسگزارم که تا پرسیدم گفتید چشم، حتما. و این خیلی برای ما مهمه که همه جامعه ما، کاش که همه اینجوری بودن و نمیگفتن که جامعه زرتشتی برای ما چی کار میکنه. ما برای جامعه زرتشتی، و شما همواره دارید یک کاری برای جامعه میکنید که بسیار بسیار سپاسگزارم. دست گلتون درد نکنه، همت خوبی همیشه همراهتون باشه. قبل از این که بریم بگم، من سومین هفته اکتبر یک برنامه که 3 ساعت است و قبلا قول دادم و باید انجام بدم که اونم زوم تیچینگه، فقط باید با شما صحبت کنم
توی اکتبر ساعت برنامه رو باید عوض کنم، ولی از اون به بعد باز هم شنبه ها ساعت 2 تا 3 در خدمتتونم. من از جون شما نبودیم، من خدمت همه گفتم اولا که توجه کنن وقتی شما ایمیل میفرستین اون قسمت آرشیو برنامه عکسای کوچولو کوچولو هست، زیرش کوچولو نوشته که این آرکایو هست، ولی کاش یه جمله بزرگتری باشه که فارسی یا انگلیسی بگه که اگر رو این کلیک کنین میتونین برنامه‌های گذشته رو ببینین. من یه مختصری توضیح دادم، برنامه‌های گذشته رو میتونن ببینن و همطورم که برنامه‌ای که اعلام میشه از توجه بفرمایید. خیلی خیلی خوشحال شدم. من باید سپاسگزاری کنم که اجازه میدین تو خونه هاتون بیام یک شنبه تون رو با من میگذرونین و امیدوارم که بازم به زودی همه رو ببینم. سپاس خیلی خیلی ممنون از همه محبتت. مرسی، سپاسگزاری، دستتون درد. خیلی زود گذشت ولی برشتخانه یعنی تا اومدیم بریم توش یه رفت دیدیم ای با 11 و نیم هم شد. شما لطف دارید، دلمون همین میشه دیر به دیر میبینیم. شما همیشه لطف داری آرزو جان عزیز، همیشه اولا روی خندان رو باز کمک میکنه. You have the courage to be vulnerable کمک میکنه و مرسی. این آدم خستگیش در میره وقتی شما اینجوری میگید. از همه تون تشکر میکنم. منیژه خانم دفعه دیگه خواهش میکنم شما هم راجع به این مسائلی که صحبت کردیم با بچه ها لطف کنین و خیلی دلم خود از شما بشنوم. همینجا یه نکته کوچولو وقت اگر هست یه دقیقه یا نیم دقیقه. آرزوی عزیز، نازنین مادر، همین سوالت نشون میده که چه مادر دقیق و عمیقی هستی. کر میکنی، لاف داری به بچه‌ات، ولی اون سانه هایی که همطور که فرشته جون گفت، من 16 که کنارم نشسته 50 اون یکی 51 یه شیشه شیر شب اینطوری خوابیده بودم تو دهن این بود شیشه توی دیگه. حالا بعد داستان های بعد بماند، اما دقیقه هایی که میبینی خیلی دیگه نروست کردن و حالا پس من کی وقت برای خودم دارم، یک ثانیه با همونی که فرشته جون با آرامش اون دقیقه بالاخره یه چند ساعتی از شب اینا با هم خوابن، اون موقع اگه بیدار شدی که بری سر به جفتشون بزنی، نگاهی بکن به این دوتا آرزو جان و بعد بگو سپاست ای اهورا مزدا، ای پروردگار، تو دوتا دونه دور به من دادی که 4 تا کوچه خونه اونورتر یا 4 تا کوچه اونورتر به آرزوی یک دونه از این دونه های دوریه که من دارم. فقط همینه که به خودت بگی، خنده میاد رو لبت، سپاسگزار میشی و این ریلکست میکنه برای جیغ و کلای بعدش. برای بله بله، ما یادمون نرفته که پرنتینگ نیست. اگزکتلی. فیزیکلی و منتالی، هم جسمن و هم روحن خیلی انرژی میگیره. من همیشه میگم که من وقتی بچه‌ام کوچیک بودم همیشه چای سرد میخوردم، یه چای میریختم، خیلی چای دوست دارم، یه چای میریختم، هرگز موقعی که داغ بود نمیرسیدم بخورم. ما یادمون نرفته، میدونیم کجایین، ولی به خاطر تجربه هایم داریم میدونیم کجا خواهید رفت. و در هر صورت بازم منیژه خانم تشکر میکنم، از همه تشکر، من از خانم نازنین تشکر میکنم، جمشید جان و همه تون روز همگی بخیر، تمام خوش انشالله دختر همگی. مرسی. فقط من روز خوش همگی نازنینا، خدا من خوش بپنم. با موبت شهزادی رو هم داریم اگه کسی خواست میتونه تو تالار باقی بمونه. متشکرم، روز خوش خانم فرشته، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار همگی. من شما رو هست میکنم با اجازه. من هستم، همین هم. من همینجا هستم، من شما رو هست میکنم با اجازه، من میرم. مرسی جمشید جان، یک گیتی سپاس. کلاستون خوب بود؟ والا 4 تا بچه بیشتر نه، 3 تا بودم، بعد دقیقه آخر یکی دیگه هم اومد، کلاسم رو زود تموم کردم دیگه. من شما رو هست میکنم با اجازه، من میرم. خواهش میکنم، مرسی، دست در نکنه.